سلامی و کلامی. خوشحالم که بار دیگر می توانم در محضر نگاه گرم شما خوبان شوقی را با شما قسمت کنم. بشر به مدد تعقل و اندیشه است که توانسته طبیعت چموش را رام خود کند و فرهنگ و تمدن را رنگ و جلا بخشد. مگر نه اینکه فرهنگ از انگیختگی و پویایی ارتباط دوره به دوره انسان و طبیعت، انسان و انسان، انسان و ابزار، انسان و جامعه و زبان معنا یافته است. به مدد همین اندیشه است که آدمی مخلوق توانسته اثر انگشت خودش را بر طبیعت و زمانه خود حک کند و حتی تا مقام خالق خودش را بالا کشد. هیچ فکر کرده اید که علم و صنعت با سرعت نور چنان در خدمت بشر قرار گرفته که اتوماتیکمان حتی به جای او محاسبه و اندیشه می کند؟ هیچ فکر کرده اید که همه لوازم پیرامونمان که آسایش را برایمان معنا می کنند و تکنیک اتوماتیک در آنان تعبیه شده خالق و مبتکری به نام پروفسور لطفی‌زاده دارد؟ هیچ اندیشیده اید که کشور ژاپن چرا گوی سبقت را در تولید لوازم الکترونیک هوشمند از جهانیان رو بود؟ در اولین نگاه به اطراف خود به سادگی می توانید مجموعه ای از این دستگاه ها و لوازم را در خانه و محل کار خود بیابید. بله، مخترع منطق نوین علمی که جهان صنعت را دگرگون کرد و در کنار منطق دیجیتالی در ساختمان دستگاه های الکترونیکی منطق فازی را به دنیا عرض نمود، کسی نیست جز پروفسور لطفی‌زاده. امروز هیچ دستگاه الکترونیکی از جمله وسایل خانگی بدون کاربرد این منطق در ساختار فنی خود ساخته نمی شود. با منطق فازی پروفسور لطفی‌زاده این دستگاه ها هوشمند می شوند. امروز اروپایی ها، ژاپنی ها و آمریکایی ها و همه و همه کشورهای پیشرو در علم و صنعت پروفسور لطفی‌زاده را می‌شناسند و از اهمیت کار او در دانش مدرن بشری آگاهند. ولی متاسفانه این دانشمند جهانی در نزد ایرانیان داخل و خارج کشور ناشناخته مانده است. پروفسور لطفی‌زاده به دعوت کانون مهندسین و متخصصین ایرانی در برلین به میزبانی پرزیدنت دانشگاه فنی برلین پروفسور کورت کوتسلر در تاریخ 3 مای 2005 در دانشگاه فنی برلین خواهد بود. و اما لطفی‌زاده کیست؟ او در سال 1921 در شهر باکو در آذربایجان زاده شد. پدرش یک ژورنالیست ایرانی بود که در آن زمان به دلایل شغلی در باکو به سر می برد و مادرش یک پزشک روسی بود. وی 10 ساله بود که در اثر قحطی و گرسنگی سراسری پدید آمده در سال 1931 توسط استالین ناچار شد به اتفاق خانوادهش به وطن پدریش ایران بازگردد. لطفی‌زاده در تهران به تحصیل در دبیرستان البرز مشغول شد و در امتحانات سراسری ورود به دانشگاه مقام دوم را کسب نمود و در سال 1942 رشته الکترونیک دانشگاه تهران را با موفقیت به پایان رساند و در طول جنگ دوم جهانی برای ادامه تحصیلات به آمریکا رفت. او در سال 1946 موفق به اخذ مدرک لیسانس از انستیتوی تکنولوژی ماساچوست و در سال 1949 به دریافت دکترا از دانشگاه کلمبیا در نیویورک نائل گردید. و در همین دانشگاه با تدریس در زمینه تئوری سیستم ها کارش را آغاز نمود. در سال 1959 به برکلی رفت تا به تدریس الکتروتکنیک بپردازد و در سال 1963 ابتدا در رشته الکتروتکنیک و پس از آن در رشته علوم کامپیوتر کرسی استادی گرفت. لطفی‌زاده به طور رسمی از سال 1991 بازنشسته شده است. او مقیم سان فرانسیسکو است و در آنجا به پروفسور زاده معروف است. لطفی‌زاده به هنگام فراغت به سرگرمی محبوبش عکاسی می‌پردازد. او عاشق عکاسی است و تاکنون شخصیت‌های معروفی همچون رؤسای جمهور آمریکا، ترومن و نیکسون رو به دوربین وی لبخند زدند.
پروفسور لطفی زاده دارای 23 دکترای افتخاری از معتبرترین دانشگاه‌های دنیا است که در اصل این دانشگاه‌ها با اعطای دکترای افتخاری به چنین فرد بزرگی به خودشان اعتبار دادند. لطفی زاده بیش از 200 مقاله پژوهشی را به تنهایی در کارنامه علمی خود دارد و در هیئت تحریریه 50 مجله علمی دنیا مقام مشاور یا ادوایزری ممبر را داراست. در یک نگاه تئوری فازیلوژیک لطفی زاده را اینگونه میتوان تشریح کرد. برخلاف آموزش سنتی در ریاضی، او منطق انسانی را وارد ریاضی کرد. شاید بتوانم با دو رنگ سفید و سیاه مثال بهتری بیاورم. اگر در ریاضی دو رنگ سفید و سیاه را صفر و یک تصور کنیم، منطق ریاضی طیفی بجز این دو رنگ سیاه و سفید نمیبیند و نمیشناسد. ولی در مجموعه های نامعین فازیلوژیک بین سیاه و سفید مجموعه ای از طیف های خاکستری هم میتواند وجود داشته باشد که آنها را هم میتوان از سفید تا سیاه به حساب آورد. به این طریق فصل مشترک ساده ای بین انسان و کامپیوتر به وجود آمد. این منطق حدود 40 سال پیش در آمریکا توسط وی پایه‌ریزی شد و برای اولین بار در سال 1974 در اروپا برای تنظیم دستگاه تولید بخار در یک نیروگاه کاربرد عملی پیدا کرد و متعاقب آن کاربردهای عملی دیگری نیز در عرصه اتوماتیزه کردن در صنایع اروپا و مناطق نظامی آمریکا پیدا شد. تحول اساسی واقعی در کاربرد منطق فازی در سال 1980 در ژاپن اتفاق افتاد و از آن زمان ژاپن در بازار فازی نقش پیشرو دارد. در سال 1987 بود که متروی سندای ژاپن با سیستم فازی هدایت شد و به ویژه در عرصه وسایل الکترونیکی دستگاه‌های خانگی در سال 1990 فازی در ژاپن به عنوان کلمه سال انتخاب شد. و این گونه کشور سازنده ربات‌ها و هوش مصنوعی این منطق را با سرعتی روزافزون کامل می‌کند. بله. پروفسور لطفی زاده سوم مای 2005 ساعت 17 در سالن ای به 301 به همت کانون مهندسین و متخصصین ایرانی در برلین و دانشگاه صنعتی برلین با حضور اندیشمندان جهانی درباره منطق فازی به زبان انگلیسی سخنرانی خواهد کرد. در اطلاعیه‌ای که پرزیدنت دانشگاه برلین منتشر کرده، ضمن دعوت از کلیه مطبوعات و رادیو تلویزیون‌ها و سایر جرایت و دانشگاهیان می نویسد بانی تئوری فازیلوژیک به برلین می آید. پروفسور لطفی زاده درباره تئوری جهانی مشهور خود سخن خواهد گفت. دست مریزاد به همت و پشتکار کانون متخصصین ایرانی در برلین. به جرأت می توان گفت که این کانون علمی با حسن انتخاب و برپایی مراسمی از این دست، ضمن معرفی بزرگان و شناساندن مفاخر ایرانی و پرداختن به موضوعات بکر علمی و فرهنگی و پیشتازی در کمک‌های انسان دوستانش و ارائه برنامه‌های ساخت و ساز و آبرسانی و حتی تحقیق و تفحص علمی پیرامون انرژی هسته‌ای در ایران به پیشرفت و آبادانی آن سرزمین می‌اندیشد و بدین ترتیب نقطه عطفی را در فعالیت‌های فرهنگی ایرانیان در آلمان و برلین و دیگر اقصا نقاط دنیا گذارده است که می‌تواند الگوی دیگر نهادها و کانون‌های فرهنگی قرار گیرد. این عده شیفته و مشتاق در طی فعالیت پرثمر 10 ساله‌شان اقدام به انتشار 8 گاهنامه نیز نموده است که مشتمل بر مجموعه مقالات علمی و فرهنگی این عزیزان است. در آخرین گاهنامه با عنوان سهم ایرانیان در تمدن جهان که بهار امسال به زیور تب آراسته شد، مقالات مختلفی از احوالات و روش علمی کاشفان و مخترعین ایرانی میتوان سراغ کرد. از کشف مس گرفته تا معماری و هنر قالی بافی. شاید چند خطی از دیباچه آخرین گاهنامه کانون مهندسین و متخصصین ایرانی در برلین، آن شوقی را که در اول برنامه وعده داده بودم را بتواند در شما دوچندان کند. اینک امید بر این است که نسل جوان ایرانی، به ویژه آنان که در خارج از کشور به سر می‌برند،
از طریق این مجموعه با نمونه ای از دستاوردهای چشمگیر نیاکان ما آشنا شده و از خیشتن بپرسند که چه می توانند به مرز و بوم کشورشان تحویل دهند، چرا که خوارزمی ها، ابن سینا ها و رازی ها دین خود را به انسان ها ادا کرده و میراثی گرانبها برای آنان به جا گذاردند. به راستی که اکنون نوبت ماست.